درویشی به سیاست کار نداره. درویش ها در انتخاب راه سیاسی آزاده، ولی درویشی به سیاست کار نداره. به زور میخوان تو جامعه بقبولونن که مایهد به سیاسی هست. اثری که گای در گوشه و کنار من میبینم کالو یادم، مثلا در فلان حزب شما میخواید برید، میرین اسم خودتون، اسم بچهتون، اسم برادرتون، اینا رو مینویسید، اونا میشودن حزبی. ولی درویشی که اینجور نیست، هر کسی خودش باید، دل هر کسی راه جداگانه و مستقلی به خدا داره. علی علیه السلام با هر که دیگه بگیم مثال خیلی ها با هم راه می رفتن، نمی رفتن، می رفتن. دو نفری شونه به شونه، این یکی بهشتی بود، اون جهنمی بود، از زمین تا آسمان فرق. درویشی اینجور نیست که یکی از طرف پسرش، از طرف برادرش، از طرف پدرش بگه ایشون را مشرف کنی. این سوء اثر دشمنی های ایناست. و این که به جای این که علم بدن، دانش بدن به مردم، جهل میدن به مردم. چلا خداوند ما را از جهل و جاهل، حسد و حاسد حفظ کنه. درویشی به سیاست کار نداره. درویش ها در انتخاب راه سیاسی آزاده، ولی درویشی به سیاست کار نداره. به زور میخوان تو جامعه بقبولونن که مایهد به سیاسی هست. اثری که گای در گوشه و کنار من میبینم کالو یادم، مثلا در فلان حزب شما میخواید برید، میرین اسم خودتون، اسم بچهتون، اسم برادرتون، اینا رو مینویسید، اونا میشودن حزبی. ولی درویشی که اینجور نیست، هر کسی خودش باید، دل هر کسی راه جداگانه و مستقلی به خدا داره. علی علیه السلام با هر که دیگه بگیم مثال خیلی ها با هم راه می رفتن، نمی رفتن، می رفتن. دو نفری شونه به شونه، این یکی بهشتی بود، اون جهنمی بود، از زمین تا آسمان فرق. درویشی اینجور نیست که یکی از طرف پسرش، از طرف برادرش، از طرف پدرش بگه ایشون را مشرف کنی. این سوء اثر دشمنی های ایناست. و این که به جای این که علم بدن، دانش بدن به مردم، جهل میدن به مردم. چلا خداوند ما را از جهل و جاهل، حسد و حاسد حفظ کنه.